سلام خدمت دوستان، برنامه دیگری رو داریم در مجموعه روایت یک کتاب در همکاری بین شهر کتاب الف و مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ که هر هفته به معرفی یک کتاب اختصاص داره. من تعمدن کتاب های لزوما جدید رو معرفی نمی کنم، به خاطر اینکه معتقد هستم که یک کتاب برای فرض کنین 6 ماه یک سال در نمیاد. هر کتابی باید عمر طولانی داشته باشه. کتاب به همین جهت است که کار زیادی روش میشه و خب یکی از مشکلاتی که ما در ایران داریم این است که کتاب ها عمر کوتاهی دارن. هر کتابی 6 ماه پخش میشه و بعد اصلا به فراموشی سپرده میشه، در حالی که خیلی از این کتاب ها ارزش دارند که بهشون فکر بشه. و به همین جهت هم هستش که من خیلی تاکید دارم که کتاب هایی که حتی ممکن از عمرشون هم زیاد گذشته باشه در اینجا معرفی کنم. البته کتابی که در اینجا میخوام معرفی کنم کتابی نیست که خیلی خیلی قدیمی باشه و این کتاب مجموع مقالاتی هستش در مورد فمینیسم که تحت عنوان فمینیسم و دیدگاه ها منتشر شده. انجمن جامعه شناسی ایران، گروه مطالعات زنان، این کتاب رو زیر نظر خانم دکتر شهلا اعزازی که از اساتید این حوزه هستن منتشر کرده، کتاب رو به شما نشون میدم. فمینیسم و دیدگاه ها که ناشر اون هم توی گفتم انجمن جامعه شناسی ایران هست و تاریخ اول انتشارش سال 1385 هست. 1385 این کتاب به وسیله انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان توزیع کتاب رو به عهده داشته. بنابراین شما میتونید در اونجا هم این کتاب رو تهیه کنید و همطور در شهر کتاب فکر میکنم که در اختیارتون هست. این کتاب در قطع رقی و 323 صفحه هستش. کتاب این به اصطلاح مزیت رو داره که ترکیبی هستش از مقالاتی که نویسندگان ایرانی و نویسندگان غیر ایرانی نوشتن، خانم های نویسنده این رو نوشتن، این مقالات رو نوشتن و حوزه های یک موردش هم هست که آقای دکتر ابوالقاسم پوررضا نوشته یا ترجمه کرده، ترجمه کردن، ولی سایر موارد مواردی هستن که خانم های به اصطلاح پژوهشگر در این زمینه ترجمه کردن یا نوشتن. بیشتر البته نوشته ها ترجمه هستش، ولی ترجمه های خیلی خوبی انجام شده و مقالات خیلی مهمی هم هست که در اینجا ترجمه شده. ترجمه ها هم ترجمه های خوب، بسیار خوبی هستش که من به شما پیشنهاد میکنم این کتاب رو. مثلا یکی از معروفترین مقالاتی که ما در حوزه انسانشناسی جنسیت داریم و بسیار به اون استناد داده میشه مقاله شری اورتنر هست با عنوان آیا نسبت زن به مرد مانند نسبت طبیعت به فرهنگ است، که این مقاله با ترجمه خانم فیروزه مهاجر به اصطلاح در این کتاب اومده. نگرش زنان، نقد رادیکال جامعه شناسی که دوروتی اسمیت نوشته و خانم نوشین احمدی خراسانی اون رو ترجمه کرده، رو مقاله خیلی خوبی است که در مورد رابطه هویت جنسی مردانه و زنانه که هرچه بیشتر این مسئله مطرح میشه در انسانشناسی، به خصوص انسانشناسی جنسیت که صرفا بحث مطالعات جنسیتی رو محدود نکنن به مطالعات جنسیتی زنان و بلکه اون رو به صورت گسترده تری ببینن در رابطه با هویت جنسیتی مردان و زنان،
که خب این هم باز در مقاله‌ای که یکی از مقالاتی که در اینجا وجود داره با نامش از آیا هویت جنسیت مردانه توجیهی است برای سلطه مردانه، آیریس ماریون یانگ فرخ قرطاقی اون رو ترجمه کرده و همینطور یک مقاله دیگه جامعه پذیری زنان و مردان چگونه ساخته می شوند بریگیت بروک و همکاران اون رو نوشتن و مرسده سالپور اون رو ترجمه کرده. رابطه بین جنس و جنسیت یکی از باز مسائل مهمیه. ما مجموعی از نظریه هایی رو داریم که بهش میگن نظریات جنسی جنسیتی. جنس عمدتاً به مفهوم سکس و مفهوم یک موقعیت بیولوژیک مطرحه و جنسیت به مفهوم یک برساخته اجتماعی یا جندر مطرح هستش. رابطه اینها یکی از نکات مهمیه که همیشه در مسئله تحلیل جنسیت مطرح هستش. خب بحث جامعه شناسی انتقادی حداقل در چند مقاله از مقالاتی که در اینجا آمده مطرح شده، مثلا جامعه شناسی انتقادی و جامعه شناسی مارکسیستی. میتونم بگم که خب میدونید که جامعه شناسی مارکسیستی یکی از ریشه های اصلی فمینیسم چپ هست. فمینیسم چون ما یک فمینیسم چپ داریم یک فمینیسم راست یا داشتیم به هر حال و از لحاظ سنت فمینیسم و این کتاب بیشتر در جناح چپ قرار میگیره، در جناح اون روی کرده پیشرو و اون روی کرده به اصطلاح مترقی که نسبت به فمینیسم وجود داره و اینکه زنان نقش کاملتری در جامعه داشته باشن، برابری زنان در حوزه اجتماعی در کار و غیره، در حالی که خب اون جناح راست بیشتر روی صرفا سبک زندگی تاکید داشته. اینجا شما مقاله جامعه شناسی انتقادی و روابط جنسی رو دارید از کتی دیویس که خانم فریده حمیدی ترجمه کرده. جنسیت، طبقه و قشبندی، رهیافتی نو، سیلویا والبی که نیر توکلی ترجمه کرده. سرمایه‌داری، مردسالاری و تفکیک شغل بر اساس جنس، هایدی هارتمن که آویده نوابندی ترجمه کرده. سرمایه‌داری و رهایی زن، میشل بارد که نسترن موسوی اون رو ترجمه کرده و همینطور مقاله کارگران خانگی، سالی وستوودن که الهه قیاسفند اون رو ترجمه کرده. در مجموع کتابی هستش که به شما ابعاد مختلفی رو از بحث فمینیسم میده. از مزایای بسیار خوب کتاب این هست که در این حال که شما مقالات زیادی رو دارید نسبتاً در اون که روی کرده جامعه شناسی انتقادی قرار میگیرن، اما کتاب در مجموع یک کتابی نیست که ما بخوایم بگیم یک کتاب جانبدارانه یا یک کتاب فعال سیاسی یا یک کتاب اینکه اونها چیز بدی باشه. منظورم اینه که کتاب بیشتر از اینکه کتاب سیاسی باشه یک کتاب جامعه شناختی است واقعا. و من فهم میکنم برای کسانی که فمینیسم رو به عنوان یک جنبش اجتماعی کمتر میشناسن، برای کسانی که درک درستی از این ندارن که جنبش اجتماعی بودن فمینیسم و دخالت های به اصطلاح مطالبه گرانه فمینیسم بخشی از تاریخ فمینیسمه و نه تمامش، و مباحثی که در فمینیسم مطرح میشه در بسیاری از موارد مباحثی هستش که به جامعه شناسی ربط داره، به انسان شناسی ربط داره. همین بحث صرفا همین بحث رو که رابطه جنس جنسیت چی هست یا همین بحث تقسیم جنسی کار اجتماعی مباحثی هستن که کاملا در حوزه به اصطلاح علوم اجتماعی قرار میگیرن.
و نه در حوزه مطالباتی و در حوزه مبارزاتی و غیره. اینها در این کتاب مطرح شدن و همطور که گفتم از خود مباحث خیلی پایه‌ای و ریشه‌ای هم حرکت شده. اهمیت مقاله اوردنر بسیار بسیار زیاده. گفتم این مقاله، همین مقاله آیا نسبت زن به مرد مانند نسبت طبیعت به فرهنگ است، یکی از مقالات بنیانگذار است در به اصطلاح مطالعات جنسیت. از این لحاظ این کتاب دیدگاه خیلی خوبی میده به دوستانی که علاقمند هستن وارد حوزه مطالعات زنان بشن. این حوزه خب حوزه هستش که بسیار از افراد رو جذب کرده و میکنه، به دلیل این هم هستش که خب در ایران تعداد زیادی از زنان وارد حوزه اجتماعی شدن. ما نسبتی که در ایران داریم بین زنان تحصیل کرده که تقریبا شامل اکثریت مطلق زنان میشه و زنانی که در واقع وارد بازار کار شدن، شکاف بزرگی وجود داره و این شکاف یک شکافی هستش که به نظر من سالیان سال طول میکشه تا پر بشه، ولی خب ما نمیتونیم منتظر بشیم که این شکاف پر بشه تا به اصطلاح زنان بتونن به عنوان عضو فعال جامعه وارد جامعه بشن. زنان این کار رو کردن و در همین حال که ما با داریم با شما صحبت میکنیم، در هیچ بخشی از جامعه ایران نیست که زنان فعال نباشن، به خصوص در حوزه های هنر، ادبیات و حوزه هایی که لزوماً کار تولیدی، صنعتی و غیره نیست. زنان حضور پررنگی دارن، اما فاصله با برابری اشتغال زنان و مردان در ایران بسیار زیاده و من همواره گفتم که این فاصله باید از طریق یک برنامه‌ریزی در زمینه تبعیض مثبت یا عمل مثبت، یعنی سهمیه بندی هایی انجام بشه که به زنان امکان بده که حضور پررنگتری در جامعه داشته باشه. اینجا جای اون هم هست که یک تأکیدی هم بکنیم روی اون مقاله‌ای که گفتم آقای دکتر ابوالقاسم پوررضا ترجمه کرده، که این مقاله به عنوان پژوهش برای زنان روش‌های فمینیستی مقاله خوبی هستش، از لحاظ اینکه لااقل نمیخوام بگم یک مقاله جامع هست از لحاظ روش‌شناسی، ولی مقاله خیلی خوبی هست برای که به شما نشون میده که روش‌شناسی فمینیستی چی هستش، یعنی یک پژوهش فمینیستی رو چطور باید پیش برد. این کتاب به نظر من کتاب بسیار خوبی است برای تمام کسانی که بخوان در حوزه جنسیت کار بکنن و از بین گرایش‌های مختلفی که اینجا عرضه میشه، موضوعات مختلفی که اینجا عرضه میشه، میتونن حتما به نتیجه برسن که چطور کار خودشون رو پیش ببرن. یک بار دیگه من این کتاب رو نشونتون میدم و معرفی میکنم. کتاب فمینیسم و دیدگاه‌ها، مجموعه مقالات زیر نظر دکتر شهلا عزازی که انجمن جامعه شناسی ایران، گروه مطالعات زنانش و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان اون رو منتشر کرده. اینجا جای به اصطلاح تقدیر هم وجود داره از انتشارات روشنگران که در زمینه به اصطلاح زنان کارهای بسیار خوبی ارائه دادن و میشه گفت که از ناشران متخصص در این حوزه هستن که کتابشون کتابای بسیار خوبیه و به شما اون رو توصیه میکنم. بسیار از همه شما تشکر میکنم تا برنامه آینده.